أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد الله الله. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما مولانا حجة بن الحسن العسكري روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى في فرج الشريف والسلام عليكم ورحمه الله. خير خوب آه. فارسي حالتون ما هم چون به زبان فارسی مسلطی بقیه مسلط حفظكم الله ان شاء الله. خير خیلی خوشحالم از اینکه توفیق پیدا کردم در خدمت شما دوستان باشم دوستانی که حاضر هستید یا قاری هستید یا حافظ دیگه درسته همتون حافظید یا نه قاری هم هستید شما آقای فروغی هستید اسم شریفتون شما آقای نه اسم شریف شما چیه آره آقای احمدی شما قاری بودید مرتل بودید ترتیل خان بودید آقای احمدی درست خیلی خوب شما بین شما قاری هم هست رشته قراعت شما بودید بله شما چندم شدی؟ <applause> من, خودم هم نمیدونم چون نتیجه یادم نمونده جزو بسلا فینال بودید آره نه خب به هر حال فینال مسابقه استرس داره دیگه نداره هیچ وقت در قرآن خوندن نگید خراب کردم بگید خوب نشد <applause> بله خیلی خوب بقیه دوستانم یا مرتلن یا حافظن السيارة. السلام عليكم <applause> البته من خیلی سوال دارم از شماها که چجوری کار میکنید و چجوری تمرین میکنید گذشته از برنامه های آکادمی که دارید توی دانشگاه و به هر حال در محیط تحصیلی منتها ابتداعا یه نکته ای رو که برای خود بنده مهم هست که یک قاری متذکر اون باشد یا قاری به هر حال چه حافظ باشه چه حافظ نباشه بر کسی که قرآن رو قرائت می کند برای دیگران اون هم اینه که بگونه باید قاری اونس با آیات داشته باشه که با آیات و کلمات اون احساس بیگانگی نکنه و راحت بتونه ارتباط برقرار بکنه که نهایتش این جمله رو باید عرض بکنم که آیات رو به صورت ترجمه ای نخونه یعنی اینکه شما مثلا وقتی قرآن رو باز میکنید یا از حفظ دارید میخونید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات وقتی داره میخونه مثل اینکه این رو به حالت گویش و حرف زدن شما وقتی میخواهید به دیگری با دیگری حرف بزنید یا داستانی تعریف بکنید قصه ای رو برای اونها بخوانید به زبان محلی خودتون حالا یکی زبان اردو هست یکی زبان عربی هست یکی زبان از این زبان های موجوده حال گویش های کشور خودتون راحتی دیگه دیگه راجب ترجمهش که فکر نمی کنید اون لحظه که داری صحبت می صحبت می که دیگران هم دقیقا بتونن اون رو دریافت بکنند درسته؟ آیه رو دارید میخونید تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد بگونه بخانید که میفهمید یعنی به اصطلاح خودتون میفهمید و این فهم و این معنا رو منتقل میکنید به دیگران این غایت آن چیزی است که شما به عنوان یک قاری باید انجام بدید چون قاری می شود حلقوم آیات الهی صدای شما موهبتی است که خداوند به شما داده که بتوانید آیات الهی رو بر دیگران بخوانید منتها متفاوت از یک خطیب یک خطیب فقط میاد به اصطلاح اسکلت آیات رو یعنی اون به ساختار صوتی آیات رو مثل همین حالتی که من خوندم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد این حالت خطابه هست اما شما چیزی بر این حالت خطابه باید بیافزایید اضافه بکنید اون چیه؟ ترنم آیات نغمات مقامات یعنی از مقامات و نغمات بهره می گیرید که چی؟ همون حال خطاب رو به دیگران عرضه بکنید که شیرینتر و جذابتر و دلنشین تر باشه درسته؟ خیلی حالا اینها ابزاری میخواد مهمترین ابزار برای اقراء بر دیگران قراءت به اصطلاح با هدف تفهیم آیات و ابلاغ پیام قرآن بر دیگران که ازش عنوان میشه به القاء الالقاء الصوتی و مخاطب شما هم تلقی بکند یعنی دریافت بکند پیام قرآن رو مهمترین ابزارش چیه؟ مهمترین ابزار برای اقراء و تلقی چی هست؟ صوت صوت دیگه من اگر بی صدا بخوانم شما چیزی نمیشنوی که ها؟ خب پس صدا این اولین نقطه‌ای که باید به اصلا تو ذهن شما میخوام به صورت بسیار کامل و صحیح جایگاه صوت و صدا رو شما متوجه بشید پس صدا اولین نقطه‌ای هست که شما رو هدایت می کند که شما از این صدا باید بهره بگیرید تا آیات قرآن رو بر دیگران بخوانید. این یک این صدا کاربرداش در این فرایند اقراع و قرائت قرآن با استفاده از الحان و نغمات ببینیم در چند جهت هست قرائت الفاظ رابطه صوت با لفظ ساده ترین رابطش اینه بسم الله الرحمن الرحیم در اینجا شما چی دارید؟ حرف با مجهور است شدید است درسته؟ بی سین حرفی است دارای رخاوت و دارای همس بیس صفت سفیرم داره بیس در اینجا کسره دارید و سکون بیس میله میم حالت غنه داره اگرچه در حالت مکسور غنهش خیلی شنیده نمیشه اما همین قدر که میگید م این قنه شنیده شده به هر حال چون حرف قنبی دیگه مد دارید بسم الله اندازه مد اندازه مد طبیعی چقدره؟ دو حرکت بسم الله نمیتونید بسم الله نمیشه شما هیچ وقت در قرائت قرآن این کار رو میکنید بگید بسم الله الرحمن الرحیم میگید نمیگید چرا به شما در علم تجوید اندازه داده شده که مد طبیعی چند حرکته دو حرکت حرکتین بسم الله الرحمن الرحیم درست؟ پس رابطه صوت با لفظ اولین رابطه هست اولین رابطه هست و در همین لفظ بر اساس قواعد علم تجوید باید شما اندازه ها رو رعایت بکنید شما اینا رو ساده نه نگاری داره نگید چیزای ساده ای داره میگه نه میرسیم این این اندازه نگه داشتن خیلی مهمه شما برای این اندازه نگه داشتن باید علم تجوید رو به قدری خوب کار بکنید که در هنگامی که دارید به اصطلاح قرائت قرآن میکنید دوچار لکنت و دوچار ضعف نشید تردید نکنید که آقا اینجا رو من باید بکشم یا نباید بکشم چه اندازه باید بکشم اینجا رو باید غنش رو مثلا چه اندازه باید نگه دارم پس اینها همین تو همش تو همین لفظ وجود داره درسته پس تجوید علم تجوید به شما اندازه میده معیار میده معیار میده و شما با این معیار اندازه کلمات رو رعایت میکنید و مثلا مثلا قرآن قرآن كردت باز بخنيد و بالله من الشيطان بالله يا أيها الذي آمنوا لا تتخذوا آمنوا لا تتخذوا تاخذ اليهود والنصارى اولياء قرائت بر اساس رعایت اندازه اندازه‌های تجویدیه خب این تا اینجا رابطه صوت با لفظ در اینکه شما اندازه های تجوید رو رعایت بکنید رابطه صوت با لفظ وقتی منتقل میشه به استفاده از نغمات و مقامات این قواعد تجویدی تغییری نمیکنه میکنه قواعد تجویدی تغییر نمیکنه یعنی شما همین قواعد تجویدی اندازه‌دار خط کشی شده رو باید رعایت بکنید حالا فرم بهش تحویل بدید یعنی این صدا رو بهش فرم بدید من وقتی خوندم گفتم چی یا ایوها الذین آمنو لا خب اما وقتی نغمه میاد فرم بیاد شکل صدا شکل پیدا میکنه مشي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء همون اندازه ها رو رعایت میکنم منتا به صدا فرم میدم پس حتی وقتی میخوام قرائت بکنم با نغمات و مقامات اساس همون اندازه اسوار رعایت اندازه اسوات در ساختار لفظه در شاکله لفظه حالا شما چیا در فرم دهی و شکل دهی به مطابق آنچه که ذهنتون آشنا هست با اون از مقام مثلا نهوند از مقام بیات از مقام سیگا از مقام سبا از مقامات مختلف و حالا گوشه های مختلف شما فرم میدید شما مثلا یک تصویری تو ذهنتون هست از مقام نهوندگی آه... میگید مقام نهاونده خب حالا اینو میخواید روی آیه که به اصطلاح مد نظرتون هست قرعتون هست اجرا بکنید و اذا نادیتم الی الصلاه تخذوها و میشه نهوا حالا اینو در مقام دیگه میتونید بخونید یک فرم دیگه به ذهنتون میاد میگید مخن... میخوام مثلا اینو در مقام سیکا بخونم سیکا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ تَخَذُوهَا هُزُوَا وَلَعِبَا ميشه صدا مخدر در فورم ديجي بخونيد وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا شو تشي؟ مقام حجاج بس متن يكي ساختار يكي وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا چطور من می توانم همه اون به اصطلاح شکل و فرمی رو که برای مقام حجاز هست برای مقام سگاه هست برای مقام نهوند هست برای سبا هست اینو اینجا پیاده بکنم همین ساختار لفظی به من کمک میکنه پس شما این رو دست کم نگیرید تسلط شما بر این ساختار لفظی خیلی مهمه آقا میگه اینجا رو میشه سبا خوند بله چرا نمیشه مم. و اذا اتخذوها و لعبا. میشه مقام دیگه خون؟ بازم میشه حسش چی؟ حسی که در این جمله از آیه وجود داره اینو چطور باید منتقل بکنیم؟ باز از هتریق همین صدا خب این لفظ یک سیر گویشی دارد یعنی یک سیاق داره که شما ازش معنا رو میفهمید اگر من این سیاق رو رعایت نکنم شما نه از معنا لذت میبرید و نه از نغم لذت میبرید اشکالاتی که در تلاوت قاریان و حافظان به وجود میاد عدم آشنایی با همین نکته هست یعنی نقائصی که توی تلاوت های شما هست به جهت اینکه ذهنیت شما یا از لفظ کامل نیست یا از نغمه کامل نیست یا فیما بین این دوتا از سیاق گفتار آیات کامل نیست یعنی شما بلدید بخونید مثلا و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها خزو و و لعبا اینا رو بلدید خوندن کلام رو بلدید اما وقتی این کلام رو میخواید بخوانید حس کلام از جهت سیاق گفتاری کاملا تو دست شما نیست باید نسبت به این مهارت پیدا بکنید حفاظ حفاظ به جهت اینکه مداومت بیشتری دارند در به اصطلاح تکرار مکرر آیات الهی و یا استماع مکرر آیات الهی اینها موفقترند در حفظ سیاق گفتاری اینها دچار لکنت نمیشن چون زیاد گوش میکنند و زیاد میخونند قاریان نیاز بیشتری دارن به این جهت چون میخوام عرض بکنم اینقدری که قاریان ما دوچار این فرم و شکل هستن شما میگید ما مثلا من مقلد محمد صدیق منشاوی هستم من مقلد مصطفی اسماعیل هستم من مقلد مثلا شهاد محمد انور هستم خیلی خوب اما شما فقط میرید مقاطعی از تلاوت او رو گوش میکنید و میگید مثلا اینجا رو مثلا این نهاوند رو خیلی قشنگ خونده همونو میخونید و همونو گوش میدید و فرم رو میگیرید در صورتی که ممکنه اون فرم بر یک آیاتی به اصطلاح اجرا شده باشه که شما اون فرم رو در جای دیگری از آیه نمیتونید از آیات قرآن نمیتونید پیاده بکنید شما تجربه کردید دیگه درسته این از نظر از نظر الفاظ و از نظر معنایی هم همینطور از نظر معنایی هم همینطور اما از نظر الفاظ دارم عرض میکنم الان من بحثم سر لفظه ارتباط صوت با لفظ خب چطور میشه ما بتوانیم نقمي مثلا مقام نهاوند رو که مثلا أستاذ مصطفى إسماعيل مثلا در سوره بقره خونده ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا أف فرغ <applause> <applause> عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ مصطفى <مستفه> إسماعيل دار سورة بقرة آية إن با من شكل ميتا فانا بيام حمين جا بخنا مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم و الا مجبورم تغییرش بدم میبینم که اون ذهنم عین همون قالب رو اگر شما فقط فرمش رو حفظ کردید نمیتونید بیارید اینجا رو این پیاده بکنید چرا؟ چون این فرمها مثل مثلا آبه آب رو شما در این ظرف بریزید شکل این میشه درسته؟ اما وقتی در این ظروف بریزید شکلش تغییر میکنه ببینید پس ظرف مهمه ظرف چیه؟ الفاظ کلمات و عبارات قرآن شما باید یاد بگیرید که به اصطلاح نقامات و مقامات و این شکل مثل خمیرهایی هایی هستن که باید در اختیار شما باشن یا مثل مایه ای هستن که در اختیار شما هستن شما میریزی توی ظرف ها توی ظرف الفاظ اگر این مطابقت نباشه شما دچار مشکل میشید در خوندن دچار نقص میشید دچار لکنت میشید خیلی پس ارتباط صوت با لفظ و ارتباط صوت با نغمه هم و مقام هم تقریبا برای شما مشخص شد که همش میاد توی ساختار لفظی آیات الاز ساختار معنایی یه مقدار کار پیچیده تر میشه یعنی کار مشکل تر میشه که گفتم باید شما انقدر با این آیات سر و کار داشته باشید دیگه ترجمه نکنید شما باید مثل یک خطیب نسبت به این آیات آشنایی داشته باشید که آیه چی میخواد بگه شما چون خودتون نفهمید آیه چی میخواد بگه نمیتونید به دیگری منتقل بکنید نمیتونید حس موجود در آیه رو به دیگری منتقل بکنید نمیتوانید معنای آیه رو به دیگری منتقل بکنید خدا رحمت بکنه یکی از اساتید ما رو ایشون میفرمود من در مکه در منا استاد مصطفی اسماعیل رو دیدم سالهای به اصطلاح از سنوات ما پنجا و چار اون زمان ها یعنی حوالی هفتاد میلادی خب گفت مصطفی اسماعیل گفتم که چی کار بکنیم که به اصطلاح مردم از خوندن ما خوششون بیاد لذت ببرند خوب بخونیم گفت قاری لازم اولا ان یتلذذ فی نفسه ثم للناس یعنی قاری باید اول در درون خودش لذت ببینه. این لذت مال چیه مال اینه که مثلا از عجبش هست که من خ... از از خودپسندیش هست که من خیلی خوب میخونم از خود از خوندن خودم خوشم میاد نه وقتی استاد مصطفی اسماعیل به اصطلاح در اوج شهرتش و به اصطلاح سنین پیریش این حرفو میزنه معنا دارد معنای این لفظ یعنی چه معنا این کلام یعنی چه یعنی اینکه اول باید درک بکنه آیات رو وقتی داره میخونه با آیات لذت ببره معاشقه بکنه با آیات چون آیات کلام الله کلام خداوند تبارک و تعالی است باید بفهمه و این لذت از فهم برمیاد شما اگر نفهمید لذت نمیبرید حالا وقتی میفهمید و لذت میبرید و این آهنگ رو چون از احساس درونتون برمیاد بر جان مردم مینشیند سخن آنگه که از درون برخیزد از جان برخیزد بر جان مینشیند و کلام خدا شما نگران این نباشید که مردم میفهمند نمیفهمند نه شما فقط اعتماد بکنید به آیات الهی و آیات الهی در درونتون عظمت داشته باشه عظمت داشته باشه به این عظمت برسید این عظمت خودش به اصطلاح در درون مخاطبینتون می نشیند و تأثیر می گذارد بله حتی اگر نفهمد شما با اخلاص تلاوت چرا میگن شما کاری رو با اخلاص انجام میدید اون به اصطلاح تأثیر گذار خواهد بود خودتون هم بارها تجربه کردید یه نفر که با اخلاص صحبت میکنه شما میبینید بر شما تأثیر میگذارد درسته؟ این همینه شما قرآن رو با اخلاص تلاوت بکن عظمت قرآن که امام فرمود لقد تجل الله لخلقه فی کلامه خب وقتی این عظمت رو ما دریافت بکنیم که کلام کلام خداوند و شما هم با این صداقت شما وضوع میگیرید که پاک باشید و به اصطلاح ارزم به حضور شما که از دهانی پاک از حلقومی پاک این اسوات جاری بشه و حتما بر دل کسانی که خودشون هم پاک هستن لا یمسوه الا المطهرون شما قاری که متحر باشید دریافت صحیح میکنید و مخاطب و مستمعی که او هم دریافت صحیح خواهد کرد خوب خب بنابراین ترجمه نباید بکنید ما, لك ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين اینو باید مباشرتا این الفاظ توی معناش تو ذهنتون باشه وقتی دارید میخونید حس سعیی داشته باشه خیلی سلوات علی محمد و آل محمد در این حال نمیخوام این مقدمه طولانی بشه خب پس صوت خیلی کار مهمی میکنه صوت هم لفظ رو میخواند هم به خودش شکل میده هم معنا رو ابلاغ میکنه همه قرائت هم یعنی همین دیگه پس شما باید نسبت به صدا مواظبت و محافظت داشته باشید چند چند درصدتون از دوستانی که اینجا تشریف دارید به عنوان یک قاری در خرد و خوراکتون در به اصطلاح نوشیدنی ها مواظبت میکنید که مثلا این حلقوم و این صدا رو پاک نگه دارید و سالم نگه دارید مهمترین چیزها ببینید مهمترین چیزها از لحاظ خوراکی اینه که چیزهای بسیار سرد و چیزهای بسیار گرم نخورید. یعنی شدیدن داغ باشه از این طرف هم شدیدن یخ باشه آب سرد نباید بخور قاری نباید بخور <تصفح> بله بله <تصفح> خب وقتی این کار میکنید یعنی چی هیچ مراقبتی نسبت به صوت ندارید و این صوت نمیتونه کارش رو درست انجام بده دیگه سردی گرمی مزاج نداره سردی گرمی بله یعنی مثلا خرما فلفل اینها داغن گرمند مزاجشون گرمه بعضی از میوه ها مزاجشون سرده مثل هندوانه آه. مزاجشون سرده خب اینو من کارش ندارم این بستگی به طبع خودتون داره این بستگی به طبع خود البته داریم بعضی از سبزیجات که اصلا خودش ما... ما... به اصطلاح باعث گرفتگی صدا میشه بعضی از سبزیجات بعضی از خوراکی ها من اونو همش رو نمیدونم آدم باید خودش بخوره و تجربه بکنه بعضی از خوراکی ها رو مثلا من خودم تجربه کردم خورما مثلا برای صدا خوبه سیب به خصوص برای صدا دوپینگه دوپینگه یعنی قدرت صدا رو افزایش میده و صدا رو صاف میکنه این هم تجربه بکنید سیب قبل از مسابقاتون بله نیم ساعت قبلش یک ساعت قبلش یه نصف سیب یه سیب درسته خیلی گنده هم نباشه کوچیک‌تر بهتره که معدتون رو زیاد اذیت نکنه آره اینو به عنوان تجربه خدمتتون عرض میکنم اما خوراکی ها رو این چنین خوراکی ها رو ممکن حالا من بگم آسیب خیلی خوبه بعد شما بخوری ببینی ای صدای من گرفت این دیگه به طبع آدم ها بستگی داره اما مهمترین چیز همون رعایت عدم نوشیدن یا خوردن چیزهای بسیار داغ و عدم نوشیدن یا خوردن چیزهای بسیار خنک سرد به خصوص خنکی ها چون مایه میشه ازولات دستگاه تکلمتون و تارهای صوتیتون به اصطلاح خشک بشه گرفته بشه چون که یخ به اصطلاح چجوری به اصطلاح آب در دمای صفر درجه یخ میبنده زیر صفر یخ میبنده اونم هم همینطوره دیگه این بیشتر بدن ما هفتاد درصد بدن ما مایعاته به خاطر همین این داره خب این چیزی یخ بخورید اون ماهیچه خشک میشه قدرت تحرکش رو از دست میده نوشابه های گازدار کلا مزرره چه حالا از حیث مزاجی مزره و چه از حیث تحریک مصنوعی چون نوشابه های گازدار تحریک مصنوعی التهاب مصنوعی میاره برای ماهیچه ها و تارهای صوتی اصلا نباید استفاده بشه. خیلی خوب اینم از باب مثلا خوراک و این پس مراقبت از صدا خیلی مهمه من حضور ذهن دارم که مقام معظم رهبری برای سلامتیشون سلوات بفرست اللهم صلی الله علی محمد ایشون به قاریای خوب توصیه میکرده که واجبه بر شما واجبه بر شما از صداهاتون مراقبت بکنید خیلی مهمه بله دیگه شما اصلی ترین ببینید الان توضیح دادم مقدمه اصلی ترین ابزارتون برای اقرار بر دیگران چیه پس صوت پس از این صدا باید محافظت بکنید خب حالا شما که در مسابقات شرکت میکنید واجب بر شما چرا که صداتون رو پاک نگه دارید و صداتون رو قوی نگه دارید که شما بتونید با صداتون کار بکنید شما یه بار صدا, صدا اینطوری ازش کار میگید. میگید آه خیلی خوب خیلی راحت شما هم میتونید اجرا بکنید اما این وقتی میره تو اون اندازه های تجویدی دیگه این راحتی نیست باید کنترل داشته باشید کم کم وارد این بحث های بررسی تلاوت های عمده اکثر دوستان میشم یکی از نهاد نکاتی رو که من تو این دو روز داوری بهش برخورد کردم چه در بحث حفاظ مرتلین و چه در بحث مجودین یعنی قراء قراءت تحقیم همه دوستان کنترل صدا رو مشکل دارن کنترل صدا کنترل صدا یه بار صدا رو صاف میبریم میگیم آقا شما بگید آ همهتون این اجرا میکنید اینجا سخت نیست اما وقتی این صدا قراره که دوباره بیاد پایین دوباره بره بالا دوباره بیاد پایین دوباره بره بالا بعد بیاد پایین دوچار دو مشکل میشه ah ah انتقالات الان دیگه مشکل میشه برای ذهن 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 سخت میگیره که الان شما میدونید من چی کار کردم از کجا به کجا رفتم تو ذهنتون نمونده خب حالا این میاد در اندازه هایی که گفتیم در علم تجوید در برای کلمات گفته شد یا ایوها الذین آمنوا جودو و بودو را الخیر خیلی سخت میشه دیگه هی hey, آمدی پایین رفتی بالا این تو ذهن نمیمونه. باید این رو تکرار بکنید. برای کنترل صدا، برای کنترل صدا که مهمترین چیز برای یک قاری است. بعد از اینکه شما باید، اون به اصلاح صداتون رو تقویت بکنید صاف نگه دارید ازش مراقبت بکنید صداتون صاف باشه صداتون از حیث شدت صوت و رسایی صوت قوی باشه صداتون از حیث مساحت صوت ارتفاع صوت هرچه بهتر باشه خیلی خوب بعد از این شما نیازمند این هستید به خصوص قرا چه در بخش تری فرقی نمیکنه چه در بخش تحقیق خان هیچ فرقی نمیکنه که کنترل صوت،, صوت رو یاد بگیرید این مهمترین چیز برای یک قاری است که صوت نلرزه صوت گم نشه تو مسیری که داره طی میکنه صوت گم نشه خب فقط تمرین صدا لازم به اصلاح کافی نیست تمرین ذهنی میخواد تمرین ذهنی از کجا میاد؟ از استمرار بر یک شیوه و اسلوب واحد بهترین قاریان قاریانی هستند که الگوی مناسب صوتی دارند که در این الگوی مناسب صوتی مثلا مصطفی اسماعیل مثلا محمد صدیق منشاوی مثلا عبد محمد عبد مثلا محمود علی البنا مثلا شحاد محمدن خب این رو حداقل حد بتونن پنج سال تا ده سال روش تمرکز داشته باشن من میگم پنج سال حد میگم حالا اون حد اکثرش دیگه افرادم از لحاظ ذهنی با هم دیگه مختلفن یکی گوشش تیزتره یکی گوشش ضعیفتره یکی گوشش متوسطه دقت میکنید آن کسی که تلاش بیشتری بکند و استمرار بیشتری داشته باشد در یا به اصطلاح به حافظ سپردن ردیف صوتی و فرمهای لحنی یک قاری استاد و الگو او موفق تر خواهد اصلا برای اینکه شما شخصیت قرآنی خودتون رو در قالب صوت و لحن پیدا بکنید تا یک دوره کامل تقلید رو از یک قاری نگذرونید نمیشه شما نمیشه بیاید یاد بگیرید که آه مثلا من از پرده مثلا دو مثلا دیز شروع بکنم تا مثلا لا مثلا چی شروع برم صدامو اینطوری ردیف بدم بعدش هم مقاماتش مقامات رو هم بگم که اینجا باید بیات لامی بخونم اینجا بیات حسینی بخونم اینجا بیات اینها رو فقط این ذهن قالب های مقامات رو تو ذهنتون جا بدید و یاد بگیرید اینها خیلی فایده ای نداره شما باید از یک قالب از یک قراعت الگو آقا بگن آقا شما میخوای اینو بسازی باید شما بارها و بارها بری در کارگاه ببینی که چطور این یه همچین چیزی ریختگری میشه چطور خمیر گرفته میشه چطور نمیدونم این در قالب ریخته میشه در چه دمایی در قالب ریخته میشه و چقدر باید توی قالب بمونه همه اینها باید تو ذهنتون باشه اینو از طریق, از طریق تقلید یاد میگیرید پس حتما باید الگو داشته باشه چه در ترتیل خانی چه در وقتی بهترین قرار کسانی هستن که این دوره رو موفق میگذرونن شما در زندگی کلیه قرار مصری مطالعه بکنید این هست هیچ, قص... هیچ قاری از ابتدا نرفته کلاس موسیقی بنشینه به اصطلاح مقامات موسیقی رو حسب اون قواعدش یاد بگیره بعد بیاد قاری بشه نمیتونه قاری بشه مگر اینکه تقلید درست بکنه در یک سیاق اکثر قراء مصری هم الان شما از شهاتنور هم حتی بگیرید حتی مصطفی اسماعیلش وقتی خوب ده آشنا بشید به دوره های تلاوت میبینید که از قاریان پیشین خودشون توی خوندن اینها چیزهای بسیاری میبینید اینها هم که خودشون از پیش خودشون نساختن که چطور مصطفی اسماعیل مصطفی اسماعیل شد مصطفی اسماعیل پای منبر امثال مثلا عبدالفتاح شعشایی محمد الصیفی علی محمود خیلی از اینها نشست و از اینها یاد گرفت از اینها تقلید کرد محمد رفعت از اینها تقلید کردن شما بعد میبینید که توی خوندن های اینا شما تو خوندن عبدالباسد محمد رفعت میبینید مصطفی اسماعیل میبینی کامل یوسف بهتیمی میبینید ابولین این تو مکتب و مدرسه محمد رفعت میخونه کاملا اما شخصیت خودش رو پیدا کرد یک دفعه نمیشه باید حد, حد بین پنج تا ده سال بگذره حد تا شما شکل و اون قالب رو به دست بیارید این قالب چون اینقدر ممارست کرد هر روز گوش کرده هر روز خاندید از او تلاوت هاشون رو حفظ بکنید تلاوت هاشون رو حفظ بکنید تو ذهنتون میشینه هم اصلا ببینید پاسخ میدم ببینید شما حتی اگر ده تا تلاوت از یک قاری حفظ بکنید با همون میتونید بسیاری از محافل قرآنی رو اداره بکنید کسی هم به شما ایراد نمیگیره که آقا داره تقلیدی میخونه میگن داره قرآن میخونه همه تشویقتون میگن عجب تقلید خوبی میکنه چقدر زیبا میخونه تشویقتون میکنه بعد از دوره تقلید حتما شما کسانی که استطاعت دارن کسانی که استطاعت دارن اونها میتونن شخصیت قرآنی خودشونو با تلفیق اسوات قراء دیگر مثلا الگوگیری از قراءت های اساتید دیگر و یک دوره مطالعه و گردش توی تلاوت های دوره های مختلف قرآنی توی مصر یا جاهای دیگه شما میتونید یک شخصیت مستقل پیدا بکنید شخصیت مستقل بیادو. منتها الان میبینید مثلا شیخ احمد نعینا شما از ازتون از سوال بکنم که سبک کی میخونه شما چی میگید؟ سبک مصطفی اسماعیل میگید یه چیزای اندکی هم از خودش داره اما سبک مصطفی اسماعیل میخونه کسی بهش خورده نمیگیره الان هم بهترین قاریتون تو مثل یعنی با شخصیت این قاری مثلا تو مثله قراعتش هم معتبر میدونن منت آورده تو قالب صدای خودش صدای خودش خیلی مهمه این انتقال از دوره تقلید به دوره استقلال شما بعد از این که من یک جزوه نوشتم اونجا توضیح دادم گفتم که اهمیت تقلید رو توضیح دادم گفتم که بعد از این که شما دوره تقلید رو گذروندید باید در همون تقلید مستقل بشید دیگه لازم نیست بگید مثلا اینجا رو که من باز کردم سوره بقره ولا ما برزول لجالوت همونی که برای شما خوندم ببینید من الان یه نمونه برای شما اجرا میکنم میگید مصطفی اسماعیل این طور خونده ولم ما لجالوت و وجنوده قالو ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا همون نهونده ها درسته حالا من از پیش خودم در میارم این شکل خودم میدم اما تو قالب کار مصطفى اسماعیل قالوا ربنا افرغ علینا صبرا دارم نهاوند میخونم اما نه اون طوری که مصطفی اسماعیل اونو خونده از ذهن خودم این شکله ها رو درست میکنم سبک مصطفی اسماعیل میخونم اما از به اصطلاح سلیقه خودم در شکل دهی صدا استفاده میکنم این بعد دوره بعدش هست دوره استقلال یک قاری در سبک و مدرسه ای که میخونه وقتی مستقل شدید بعد یک دوره بعد میتونید باز مطالعه بکنید در دوره بعدی در دوره سوم میتونید مطالعه بکنید روی قرائت اساتید مختلف حالا مثلا میگید محمود رمضان شما میگید محمود علی احمد شبیب شهاد محمد انور راقب قلوش عبدالعزیز سیاد و خیلی از قرای دیگر مطالعه میکنید از کاراشون خوشتون میاد میارید تو قالب کار به اصطلاح خودتون حالا اونجا دیگه باز یک دوره ایره باید بگذرونید تا تجربه بکنید و بتونید شخصیت مستقل حالا بگیم مثلا سبک مستقل خودتون رو پیدا بکنید پس فکر نکنید که با دو سال و سه سال و چهار سال و پنج سال و اینها میشه شما یه قاریه کامل بشید نه مهمترین نکته برمیگردم میگردم مهمترین نکته ای که لازم شما یاد بگیرید کار با صدا هست کار با صوت کار با صوت رو باید الگو داشته باشید مهمترین نکته ای که باید بهش برسید کنترل روی صداتون هست هر مقامی رو اراده بکنید بخونید باید صداتون رو صاف در اون زمینه کنترل بکنید چون اصلا شکل دهی به صدا به همین کنترل صدا هست آهنگ یعنی چه یعنی به صورت منظم شما از پرده ای به پرده مجاور اون و پرده بالاتر از اون و پرده پایینتر از اون منتقل بشید مثل همین دیگه قالو ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين چی هم داشته باشه او که اصلا خب حتما کنترل یعنی چه کنترل یعنی وقتی این صدا رو در این پرده می کشید حالا می به منتقل بشید به پرده پایینتر یا بالاتر دوشار اشتباه نشید گم نشید کنترل منظورم همینه کنترل منظورم همینه که گوش مخاطب احساس نکنه شما یک جایی کم آوردیم اینجا خطا رفت اینجا میبینید تازه شکل به هم خورد فرم به هم خورد چرا؟ چون نوت ها در توالی همدیگه درست چیده نشده

علل من معمولا همین رو توصیه میکنم استعینو به صبر و صلات. البته این کلید مفتاحی هست برای واقعا نجات همه انسان ها به خصوص ما مسلمان ها و اینای ماهی که معتقدیم ببینید تا شما مقاومت نداشته باشید حوصله نداشته باشید هیچ نتیجه از هیچ کاری نمیگیرید نه در علم نه در فن نه در صنعت هیچ نه در زندگی باید صبر داشته باشید برنامه ریزی باید داشته باشید میگه من دیروز در یک کلاسی به دوستان کارشناسی ارشد من اونجا این توصیه کردم که حتی شما ما خودم تجربه کردم یعنی کسانی که اصلا سواد قرآنی نداشتن بهشون برنامه دادم گفتم آقا شما این تلاوت استاد منشاوی ترتیل استاد محمد صدیق منشاوی یعنی قرآن رو بلد نبود بخون این ترتیل از امشب شبی نیم ساعت یعنی از 24 ساعت میشه نیم ساعت یک صفحه از قرآن رو میشه گفت دو صفحه اما یک صفحه شما کمتر هر دو روز سه روز یه بار این سفر رو هر شب اینو گوش بده اونایی که ضعیفن دیگه میگیم مثلا دو سه شب هر شب همین یک صفحه رو گوش بده بعد سه شب بعدی رو برو صفحه بعد بعد سه شب بعدی رو برو صفحه بعد این اگر تا آخر قرآن بره من تجربه کردم تا نصف قرآن رفت کاملا وقتی بعد از شش ماه آمد پیش من دیدم داره ترتیل میخوانه اونی که سواد قرآنی نداشت دیدم داره ترتیل میخوانه حالا یه مقدار مثلا دست پا شکسته اما خب میخون شماها که ذهن به اصطلاح موسیقای خوبی دارید همه ترتیل خانید هم. اگر استقامت بورزید بر یک سبک یک قاری کاملا تمام ایار میشید میتونید بشید کسی که مثلا در روش ترتیل خانی خودش استقامت بکند بر تقلید از محمد صدیق منشاوی یا مثلا محمود خلیل حسری یا مثلا مشاری العفاسی یا حق قرار دیگه مثلا محمد جبریل هر کدام که خوشتون میاد شما نسبت به اون علاقه دارید اونو گوش بدید و این برنامه منظم برنامه منظم هر شبه داشته باشید ازش نتیجه میگیرید یعنی سر سال نشده شما که او رو یاد گرفتید منطقه نه اینکه دیگه بعد ولش بکنید دوباره الان یه مشکلی هست اینه که اکثر قرآ و حفاظ به واسطه که میخوان مسابقات مثلا شرکت بکنن اولا مسابقه براشون مهمه نه اصل خودشون به اصل تکامل شخصیتی قرآنی خودشون براشون مهم نیست مسابقه براشون مهم مسابقه خوبه اما باید در راستای اون هدفتون باشه شما اگر هدف گذاریتون اینه که یه قاری خوب بشید باید اول اون هدف رو پیگیری بکنید اگر در مسابقه نتیجه گرفتید نگرفتید هم مهم نیست مثل مثلا تیم های فوتبال که ممکنه مثلا یک تیمی از یک کشوری انقدر برنامه‌ریزی بکنه مثلا برای پنج سال آینده توی آسیایی رتبه بیاره و یا ده سال آینده توی مثلا لیگ های بینالمللی مثلا نتیجه بگیره به نتیجه میرسن جانم اصلا نه اصلا همین رو میخواستم بگم الان بزرگترین مشکلی که شما ها دارید این موبایل ها دستتونه و این گروه های قرآنی و فلان این فلان مقطع رو فلان قاری خیلی قشنگ خونده اون توی موبایلتون هست فلان مقطع رو فلان قاری خونده یا مثلا نهاوند رو از این قاری بگیرید یا مثلا از همون قاری حتی نهاوند رو اینجا قشنگ خونده اینو بخونید سبا رو اینجا قشنگ خونده این تیکر رو خونده اینو فقط اون قطعات اون مقاطع در ذهنتون هست نه شما باید کامل گوش بکنید بر اساس مقدمه ای که گفتم شما وقتی ببینید چون شما ساختار ارتباطی ساختار ارتباطی لفظ و نغمه رو به صورت کامل باید یاد بگیرید وقتی مثلا میخونه قاری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بانكم اتخذتم ايات الله هزوا وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم داره میخونه شما به یک قطعه اگر بسنده بکنید از قطعه بعدی جا میمونید شما اصلا باید تشخیص بدید که ببینید یه بار فرم کلی مقام هست شما مقامات مثلا نهاوند یه فرم کلی داره یه قالب کلی سگاه یه قالب کلی داره ارزم حضور شما بیات یه قالب کلی داره اما وقتی مثلا منشاوی داره میخونه شما یه جوری میشنوید. مصطفی اسماعیل داره میخونه یه جوری میشنوید. شهات انور داره میخونه یه جوری میشنوید. فکر میکنید با همدیگه فرق میکنه. این فرق در چیه؟ به خاطر همون نکته که به خاطر اونها با ظرفیت صوتی خودشون اونها میریزن در قالب الفاظ شخصیت صدای شهاد محمد انور شخصیت صدای محمد صدیق منشاوی شخصیت صدای مصطفی اسماعیل و نحوه گویش اونها مؤثر در این شکل هایی که شما میشنوید و الا همون بیاتو داره میخونه دقت کردید پس نباید بسنده بکنید به یک مقطع نه کامل باید گوش بدید این طوری هست که شما استفاده بهتری من حتی اخیرا سوال می کردم از دوستان قاری که حتی در به اصطلاح مسابقات کشوری خودمون ما این مشکلات رو می بینیم یعنی تو ایران در مسابقات کشوری که قاری های قوی هم هستن اما یک نقص های بزرگی در تلاوت هاشون هست ازشون سوال کردم انصافا شما تو پنج سال اخیر یک تلاوت کامل از یک استاد گوش کردید مثل مثلا مصطفی اسمایل از هیچ استادی یک تلاوت کامل رو شما ها معمولا حوصله نداری گوش بکنید درسته؟ این اشکاله این بزرگترین اشکاله آقای شاکر نژاد چرا موفقه در تلاوت قنار کاری به اصلا تحلیل به اصلا خوبی یا نقص تلاوت او ندارم ها اما قاری به عنوان یک قاری قاری موفقیه چرا؟ شما ازش بپرسید میگه من 300 تا تلاوت از مصطفی اسماعیل حفظم سی تا اطلاعات از مصطفی اسماعیل حفظه اطلاعات های بسیاری از شهاد محمد انور حفظه چرا حفظه شما اصلا ده بار یه اطلاعات گوش بکنید حفظ میشید به خصوص وقتی علاقه داشته باشید و این راه اصلیه اگر غیر این به صورت به مقطعی گوش بکنید یا از قاریای مختلف گوش بکنید صبر و استقامت در یک اسلوب و یک شیوه نداشته باشید این در کتب موسیقی هم آمده مهمترین ابزار برای یادگیری فنون موسیقایی استفاده از یک سبک و یک استاد هست بهره بردن از یک سبک و یک استاد شما تا در اون سبک و یک اون استاد مهارت پیدا نکنید نمیتونید اون سبک رو با سبک های دیگر مخلوط بکنید بله بله صد درصد باید بعد صد درصد عیب نداره عوضش. عوضش شما خیلی چیزا یاد میگیرید به خاطر همین من میگم فکر میکنید شما فکر میکنید الان در این وضعیتی که هستید در این سن سالی هم که هستید فکر میکنید که ز... یادگیری سبک فقط یادگیری فرمه در صورتی که من مقدمه رو که عرض کردم شما هم یاد لفظ رو یاد میگیرید هم ارتباطات صوتی الفاظ رو یاد میگیرید هم اندازه های تجویدی به اصطلاح الفاظ رو یاد میگیرید با تر ترکیب با نغمات و همچنین حس رو یاد میگیرید نحوه انتقال حس رو یاد میگیرید شما مثلا عبدالباسط رو سوره حشرش روی به یاد بیارید محمد صدیق میشابی رو سوره حشرش گوش کردید اینا رو شما به یاد بیارید فکر میکنید که فقط این فرم که حجاز خونده مثلا در اون قطعه فقط این فرم هست که او... این فرم هست که حس رو اون معنای آیه رو منتقل میکنه این فهم درون قاری این احساس ارتباط قاری با اون آیات هست و اون ساختار لفظی آیات میدونید میدونی ساختار لفظی آیات خودش اعجاز قرآنه ساختار صوتی ساختار صوتی آیات خودش اعجازه خودش حکایت از یک معنا و یک عرفانی داره اینها رو همه رو تو قالب اون یاد میگیرید اما شما میگید آقا من سلیغم اینه که الان مثلا این شهاد اینجا این حجاز رو خیلی قشنگ خونده اینو دوست دارم خیلی خوب آدم خیلی چیزا رو میتونه دوست داشته باشه در خورد و خوراک میتونید همه رو با هم بخورید نمیشه یک بچه نوزاد میتونه الان مثلا ساندویچ مثلا استیک بخوره <applause> نمیتونه نوزادی باید شیر بخوره دیگه پس در هر مقطعی باید آنچه که مناسب حالتون هست ازش استفاده بکنید و من اصرار دارم به این تقلید جانم بفرمایید. نه نه داورای مسابقات تحریر زیاد نمیخوان تحریر میخوان اما تحریر زیاد نمیخوان تحریر چند نمره داره بله مشاری الافاسی هم تحریر نداره اصلا کدام قاری ترتیلخانی تحریر داره به جز این قاریهایی که توی این مسابقات شرکت میکنن من اتفاقا اینجا نوشتم این برگه هایی که شما ها دادید اینها رو مطالعه کردم نکات خوبی رو بعضی از دوستان بهش اشاره کرده بودن من یه سری نکات برای هر قاری مطرح کردم دیگه حالا اسم قاری رو مطرح نمی کنم. چون الان اصل بحث ما این قسمت هست البته اصل رو من همون قبلی مقدمه میدونم که انشالله خوب به ذهنتون بسپرید اما این نکاتی رو که عملا شما باش مواجه هستید من از هر قاری یک نکته ای رو عرض می کنم سلام نریکم یه سلوات انایت بکنید الله علیه هر وقت خسته شدید بهم بگید خسته شدم اصلا وقتی همزمان با شنیدن بخوانید هیچی یاد نمیگیرید هیچ چیز یاد نمیگیرید انسان اگر گوش و دهانش با هم کار بکنه به هیچ جا نمیره وقتی که لازم گوش باشید فقط باید گوش باشید میگه چی اذا و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحم برای چیه؟ برای اینکه حواس باید سر اون باشه تا حواس جمع نباشه شما الان به اصطلاح بلند بلند صحبت بکنید از حرف های من که دارم به اصطلاح باهاتون صحبت میکنم حتی مخاطب من شما هستید چیزی متوجه میشید نمیشه حالا وقتی میخواید چیزی رو به خصوص یاد بگیرید باید حتما تمرکز داشته باشید مهمترین ابزار برای یادگیری فنون صوتی گوش هست گوش گوش باید خیلی تیز باشه من الانم که الانه اینش به اصلا عادت خودمه الان الانه الان اگر بیرون یک تلاوتی پخش بشه اصلا دیگه تمرکزم به هم میخوره یعنی خودم رو لابد و ناچار میبینم که اون تلاوت رو گوش بدم و اگر کسی بغل گوش من با هم صحبت بکنه متوجه نمیشم چی داره تمرکز رو یاد بگید اصلا تمرکز رو تمرین بکنید و این خودش یک عامل بسیار مهم هست برای کنترل صدا گفتم یکی از چیزهایی که در کل قراء عزیز ما مرتلین عزیز ما حفاظ عزیز ما که دیروز و پریروز تلاوت کردن ما باهاش مواجه بودیم همین عدم کنترل صدا هست بخصوص در انتقالات بخصوص در انتقالات چون گوش هاتون گوش های کامل نیست گوش های ضعیفیه چرا گوش ضعیفیه نه اینکه به صورت فیزیکی گوش ضعیفیه به صورت عادتی به صورت معتاد گوش ضعیفی چون شما عادت به تمرکز در شنیدن ندارید چون از این شاخ به اون شاخ میپرید یه مقطع مثلا از این گوش میدید یه مقطع از اون گوش میدید یه از اون گوش میدید یا برای یادگیری همون که گفتید هم یه قطعه ای رو که خوشتون میاد فقط اونو گوش میدید اتفاقا اون جایی رو که فکر میکنید این قاری ضعیف هم خونده اونجا رو هم بعد گوش بدید بعدها ده سال بعد متوجه میشی عجب نکته مهمی تو این حالا منشاوی هر حرف از منشاوی زدید یکی از قرائی که بیشترین تکنیک های صوتی رو در تلاوت ترتیلش اجرا میکنه محمد صدیق منشاوی و هیچ قاری مثل محمد صدیق منشاوی از تکنیک های صوتی بهرین نمیگیره به خصوص انتقالات صوتی شما فکر میکنید یه تلاوت ساده داره میکنه اعوذ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تو خود همینش یک دنیای حرف هست ساده نینگارید هرچه هر گوشتون تیز بشه داخله مثل اینه که الان مثلا شما عینک میزنید این رو میبینید میکروسکوپ بذارید چیز دقیق تره میبینید الان از میکروسکوپ قوی ترم اومده دیگه به هر حال تو دل اون هسته و اینها میبینه ای چیزهای جدیدی کشف میکنید همش هم تو این صدا هست خیلی مهمه. عدم کنترل صوت بله شما از هر ترتیلی که مثلا خوشتون میاد گوش کنید بله. مثلا بعضی از مواطنه هستن که زیاد به تجوید مثلا تجویدشون زیاد خوب نیست مثلا وقت صدا اینا تلفزشون. بعد از اینا تقرید کنم مشکلی نداره لاقل تو یک سبک کامل میشید. اون ببینید مهارت های تجریدی رو در جای دیگه باید شما اصلاح بکنید تحت نظر استاد اما برای گیرایی سبک حتما باید از یک الگو استفاده خیلی مزایا داره ممکن حالا معایبی داشته باشه شما عادت میکنید مثل او بگید مثل او به اصطلاح ب... به اندازه او صداها رو بیارید صداها رو مثل او شکل بدید همه اینها خوبه لا در این اه... شیوه مهارت پیدا میکنید نقصی دارید میرید پیش استاد نقص تجویزیتون رو برطرف اما لاقل مهارت پیدا میکنید همین نکته رو که الان از میکنم همه ها حفاظ و مرتلین به خصوص به خصوص مرتلین و حفاظ با خودشون عهد بکنن از همین امروز یک قاری رو مشخص بکنن فقط یک سال یعنی تا مسابقات سال بعدی اگر من زنده بودم خدمت شما رسیدم با همدیگه قرار بذاریم ببینیم که چه اتفاقی افتاده اونهایی که هر شب مستمرن بر یک قاری صبر ورزیدند و به اصطلاح ازش تمرین کرد ازش گوش کردند نه اینکه گوش کردن و با او خوندن ها به قول دوست عزیز ما نه گوش کردن دو خواندن فقط گوش کردن لاقل فقط شش ماه حوصله بکنید گوش بدید بعد اگر خواستید باش بخونید عیب نداره شش ماه فقط فقط گوش بکنید فقط گوش باشید فقط گوش باشید هیچ هیچ دیگه کاری نکنید اصلا فکر میکنید آخه بعضی من توصیه کردم میگن حاج ما داریم گوش میدیم خیلی خوب گوش بدید بعد میگن حاج ما اصلا چیزی داریم یاد نمیگیریم پیشرفتی نمی کنیم بعد هر ماهی که حالا من احساس میکنم چرا من درک میکنم که او چقدر پیشرفت کرده اما خود شماها درک نمیکنه خود اون طرف درک نمیکنه چرا؟ چون اصلا با اساس قضیه خیلی آشنا دقت میکنید پیشرفتتون رو خواهید کرد اصلا محال ممکنه پیشرفت نکنید سوال شما داشتید آ فکر میکنید که میتونید بخونید آ نه اصلا چرا دو بار سه بار الان من چیزی امتحانتون میکنم همهتون با هم دیگه حواستون جمع باشه یه سلوات بفرستید آه الله آه. 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 من سه بار اعوذ بالله رو میگم استعازه رو هر جوری که من میخونم شما هم همون طور بخونید قبول باش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم <سيح> <تسمع> <تسمع> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 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 یعنی دقیقا اونی که من خوندم شما خوندید بارک الله بله شما اگر یک بار هم گوش بدید میتونید مثل او بخونید اما باز هم استعینو به صبر شما به این که حس میکنید میتوانید اهمیت ندید برنامه داشته باشید که حتما مثلا پنج بار گوش بدید قبل از اون باهاش نخونید حالا من ارزم اینه که اصلا نخوانید شیش ماه اصلا نخوانید فقط گوش بدید نه خیلی حوصلتون کمه یک ماه لاقل فقط گوش بدید چی یاد میگیرم آقا جان چی یاد میگیرم یاد میگیرم گوش کردن رو بله بله یاد میگیرم گوش کردن رو شما هر دفعه گوش بکنید یه چیز تازه یاد میگیرید برنامه داشته باشن کل قرآن رو حداقل یک دور باید ختم بکنن قرآن رو چرا؟ چون ترکیب سور ترکیب آیات و جملات در سور مختلف شاکلشون فرق میکنه شما اصلا سوره کهف سوره مریم سوره تاها یه شکل و وضعیتی داره سوره بقره سوره آل امران یه شکل و وضعیت داره سوره ساد و سوره نمیدونم صافات و اینها یه شکل و وضعیتی داره قصار و سور یه شکل و وضعیتی دارن شما با یادگیری سوره بقره نمیتونید قصار و بخونید نمیتونید قصار و رو بخونید چون اصلا ساختار صوتی در قصار و با ساختار صوتی آیات در سوره بقره آل امران متفاوته ما یه بار تو همین مسابقات کشوری خودمون سوره کهف رو به عنوان قرعه پایانی نهایی برای قرآ گذاشتیم اکثرا دوچار مشکل شدن در خوندن در فروداش و در ترکیب کلماتش در آکسان ها در سیاق آیات شما باید با همه یک دور یک دور ختم قرآن مگه نمی کنید اصلا یک دور اصلا یه ماه رمضان بگید آقا من مثلا امسال ماه رمضان فقط بهستان مثل هر آدم دیگری میشینم پای تلاوت ترتیل استاد محمد صدیق میشم یک سال ماه رمضان فقط میشینم پای تلاوت ترتیل استاد محمود خلیل حسین یه امتحان فقط گوش فقط گوش بعد اگر میخواید استمرار بدید اون رو و یک سال این کار رو بکنید برنامه ریزی بکنید که هر صفحه ای رو لا ببینید من همیشه تخفیف هم میدم و خیلی گرون حساب نمی کنیم دو بار لاقل هر صفحه ای رو هر شب دو بار گوش بدید فقط گوش بدید تا شش ماه بعدش هم مثلا از شش ماه به بعد اصلا نه اینکه حالا گوش ندید توصیه نمی کنم، اما خودتون میخونید خودتون رو به سبک او میخونید چرا ان بله چرا چون گوش هاتون موسیقایی هست اینجا جمع شدی برای چیه برای اینکه آمدید توی مسابقه دیگه کسانی میان در مسابقه چون گوش موسیقایی دارن یعنی گوششون نسبت نغمات، مقامات و شکل و به صدا حساسه. اجازه بدید من بعضی از نکاتی رو که مهم هست توی تلاوت دوستان ب بله. گفتم کنترل صدا و بس صدا گردانی بعضی از دوستان صداهاشون خامه. شما هم از همین دست هستید. صدات خامه. بعد روی صدات کار بکنیم. صدا باید آیتم های موجود در صدا چیه؟ یک طنین یعنی خامت صوت ببینید به خاطر اینکه به این تنین اشاره بکنم هر کدام از شما ها یک سبکی برای حرف زدن دارید آه؟ شما وقتی خواستید حرف بزنید همینطور عادی صحبت میکنید صدایی که دارید ازش استفاده میکنید در همین ناحیه هست همین ناحیه جلو صدا در این ناحیه جلو پردازش میشه اما وقتی خواستید قراعت بکنید صدا میره ببینید در هنجره گاهی قد از سینه کمک میگیره میاد بالا در سینوس ها میاد توی بینی میاد توی فضای دهان از همه اینها برای آنچه که ما میگوییم رنگامیزی صوت که صدا رنگ قشنگی داشته باشه استفاده بنابراین صدایی که دارید حرف میزنید اینه اما وقتی خواستید تلاوت بکنید فکر میکنید که اصلا یه صدای دیگه شد این صدای حرف زدنم اینم صدای قرائتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين شغات فرميكنه صدا بعد میگیرد حجم میگیره این فقط لحن نیست یعنی فرم مثلا بیات و نهاوند و اینها نیست که بگید شما مثلا صدا این شکل رو گرفته نه صدا رنگامیزی شده حجم گرفته شما روی شدت اندازه شدت صدا الحمد لله رب بالعالمین میتونم اینطور بخونم اینجا چیکار کردم من تمام هنرم رو گذاشتم روی شدت صدا باید تلطیف بشه الحمد لله رب بالعالمین خب حالا این صدا در حال گردشه میاد توی هنجره میاد توی دهان میاد توی سر میدونید صدا فضاهای تشدید کننده صوت رو میشناسید میشناسید یا نه فضاهای تنین کدومن خب بگو هنجره اینجا نه اینجا سینوز ها این ها در اینجا هست و در اینجا ببین در اینجا و در اینجا وقتی شما سرما میخورید سینوس ها چرکی میشه شما دیگه صدا در نمیاد بعدش فضای دهان بینی, بینی. عرض کردم مثلا شما دارید ترتیل میخونید میگی مثلا اکثر بعضی بیشتر دوستانی که من اینجا نوشتم اینطور میخونید اعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ببین صدا داره إن جلو فقط پردازش میشه یعنی يعني شما اون قاری یاد نگرفته که در حنجره باید صداش تقویت بشه و در به اصطلاح دهان باید صداش بعد پیدا بکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ببین چقدر حالا این س... پاسخ سوال شماست ببین چ... من راحت میتونم تنین صدامو عوض بکنم اکثر کسایی که مقلد صدا هستن ادای کسای دیگر رو در میارن همین کارو میکنن بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم ببین من صدای خودم باید داشته باشم باید به عمق صدای خودتون برسید آشنا بشید البته صداهاتون بخوا... تو این سنینی ممکنه ضعیف باشه اما میشه تقویت بشه با تمرین های صوتی مستمر تمرین های صوتی کدومه؟ این تمرین درجات صوتی همین کاری که الان کردم او به این شیوه میتونید ببینید صداهانتون دهانتون رو باز بکنید دهان ببینید گوش بدید گوش بدید دهانتون رو باز میکنید شکل دهان غار شکل میشه صدای قاف رو میخواد تلفظ بکنید قا ببینید شکل دهان غار شکل میشه خب صدا رو به صدای آ اجرا میکنید توی دهانتون شکل او پیدا میکنید آ او باز بکنید کاملا بعد بدید به دهانتون اجرا بکنید نه نه گوش بدید گوش بدید الان ببین صدای من رو او او نشه ببینید او نشه آ بشه دهانتون هم کامل باز بکنید این حنجره‌های های عقب دهانتون رو به های عقب دهانتون رو باز بکنید او او صدایی بوده که شاید بعضیاتون تا حالا تجربه نکرده بودید. حالا این رو همین پرده به پرده باید منتها باید اول نفس بگیرید بعد این صدا رو تا مقداری که نفس دارید بکشید این همون بحث کنترل صدا ببینید مثلا نفس میگیرم چون میدونید اصلی ترین انصر برای اصلی ترین انصر برای کنترل صدا نفسه نفسی که میگیرید نفسی که میگیرید باید بدید توی دیافراگمتون یعنی همین بالای شکم یه حفره ای هست اونجا وقتی به اصطلاح نفس رو میگیرید این شکمتون به تناسب بالا جسمانیتی که دارید یه مقدار متورم میشه بعد این نفس باید این مسیر طولانی رو طی بکنه نفس که گرفتید نفس که گرفتید هم از دهان میتونید هم از چیز اما مهمتر اینه که از بینی خوب نفس بگیرید بی سر و صدا از بینی نفس بگیرید بی سر و صدا این طوری نشه نه خیلی راحت میتونید نفس بگیرید آه هر چقدر میتونید نفستون رو ادامه بدید در این میان فکر میکنید مثلا گاهی اوقات خ... حالت خشی به اصطلاح گرفتگی اینها همش میاد بیرون همش ریخته میشه بیرون در پرده های بالاتر که میرید صافتر ادا میکنید به بالاتر که میرسید پرده های بالا که میرسید بعد به اصطلاح صدا در این جهت تقویت میشه درست اما بعد امتحان بکنید ببینید یه پرده پایینتر هم میتونید بخونید شما مثلا از پرده یک شروع کردید رسیدید به پرده مثلا دوازده درجه یک شروع کردید رسیدید به دوازده حالا میبینید درجه صفر رو هم میتونید بخونید رسیدید به سیزده یا چهارده میبینید درجه منفی یک رو هم میتونید اجرا بکنید این نحوه تمرین بسیار مهمه البته باید برید دوی فضای به اصطلاح خلوت و باز توی فضای خلوت و باز توی دشت یا توی کو توی جمعیت نباشه بهتون اتهام بزنه میگن حالش خراب شده و م... مشکل روانی پیدا کرد کومود... تو کمون خب آیا حنیفی مثلا لابد کمودش خیلی وسیعه <تصفح> بله <تصفح> تو فضای باز خیلی بهتره البته سعی بکنید هوای سرد بعد از خوندن بعد از تمرینات سعی بکنید حتما از ورود هوای سرد و یا آلودگی های محیطی به دهان هنجرتون به اصطلاح پرهیز بکنید و بعد از این, این, نوع تمرین ها سعی بکنید غذاهای تحریک کننده مثل غذاهای تند فلفلی نخورید بعد از تمرین ها به خصوص اگرم مثلا غذای فلفلی مثلا خوردید که بعضی هاتون مثلا خوب چیده بعد از اون بعد از اون هم بلافاصله خوندن نداشته باشید چون تارهای صوتی بسیار اذیت میشن خیلی کنترل صوت پس به کنترل نفس هم بستگی داره میبینید وقتی یک مقطعی رو خوب نفس نگرفتید تا آخر آیه تا اون جایی که میخواید وقف بکنید میخواید بخونید نمیتونید حالا به تو مسابقات که استرس هم میاد پشت سرش تپش قلب رو تندتر میکنه این تلم به خانه قلب که تندتر به اصطلاح کار میکنه نفس رو بیشتر استفاده میکنه نفس زودتر از بین میره اینجاها قاری ممحز قاری مجرب اونه که نسبت به محل وقف آگاهی داشته باشه این دانستن دانش وقف و ابتدا به شما خیلی کمک میکنه که از نفساتون بهتر استفاده بکنید لازم نیست همیشه نفس های طولانی بخونید گاهی اوقات کوتاه باید بخونید یکی از نکاتی که همین عدم استفاده از کنترل نفس و عدم استفاده از کنترل صوت در به تبع اون قاری رو دوچار اون میکنه عدم اندازگیری لحنی درسته تنظیم لحنی درسته شما میخواید این آیه رو بخونید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بعد محل وقت رو هم تعیین نکردید همینطور نفس میگیرید شروع میکنید بخوندن بعد میبینید ای روی این کلمه نمیتونم وایسم میاد روی کلمه بعد دوباره اونجا نمیتونم وایسم میاد روی کلمه بعد اینجا تنظیم لحنتون به هم میخوره چون دچار تردید هستی این تردید توی لحنتون میاد ما تشخیص میدیم این تردید شما رو دچار ناکوکی های صوتی میکنه گم میشی تو فضای لحنی و صوتی كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام كامل مشه شو من هم نفسم رو هم ارزم به حضور شما کلماتم رو در یک جای مناسب خاتم دادم واقعش برعکسش هم من الان این گفتم اما برام سخته اما تو خوندن های شما خیلی بود حالا میخوام از خوندن شما هم استفاده میکنیم حالا اینکه چه خرابش بکنم نمیدونم خیلی یادم نمیاد خیلی خوب بعضی اوقات ببینید شما انقدر دچار ذهنیت نغم پرداز هستید یعنی خیلی میخواید لحن بسازید و لحن عوض بکنید منتقل بشید که از خیلی از چیزها غافل میشید به خصوص از همین کنترل صوت به خصوص از همین کنترل صوت شما اگر هم بخواهید لحن خوبی داشته باشید باید در مهارت کنترل صوت رو افزایش بدید صوت نباید بلرزه نباید بلغزه از, محار... از چیزهایی که باعث میشه شما کنترل صوت رو از دست بدید و دچار نقص در صوت بشی بشید بله نقص در صوت بشید شما اینکه دائم تو فکر این هستید تحریر بزنید تحریر چیه؟ تحریر آمادگی کامل صوت هست برای جابجایی از نوت‌های بسیار نزدیک هم من الان آمادگی نداره صدام که بگم اصلا تحریر نمیتونم بزنم چه تحریری بزنم الان همین الان که دارم با شما صحبت میکنم نمیتونم تحریر بزنم ولی اللحی. نمیتونم سر میخوره تحریرم اصلا قدرت انعطاف نداره تحریر باید اونجای زده بشه که این قدرت انعطاف رو شما حس بکنید تحریر بعضی تحریرها رو باید یاد بگیرید اینقدر تمرین بکنید تا یاد بگیرید وقتی یاد گرفتید در مواقعی که این حنجرتون آمادگی داره تارهای صوتی آمادگی داره از اون استفاده بکنید صداتون اصلا صدای تحریر. خب صدا صدای پرتحریر اما این صدای پرتحریر هم میبینید به جهت اینکه این صدا این کیفیت رو داره تو مسابقه هی سعی میکنه تحریر بزنه بعد میبینیم که بسیار از دوستان بودن صداشون پرتحریر بود اما در انتقالات دچار یعنی انتقال از مقام به مقام دیگر انتقال از ای به نقمه دیگر و یا در خود تحریرها چون تحریرها ممکنه سیر سعودی داشته باشه سیر نزولی داشته باشه خب دوچاره لکنت و اشتباه میشه من یه اه، 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 یاداوری بکنم سوره مبارکه حجر عبدالباسط رو شنیدید وما خلقنا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وما بَيْنَهُمَا إلا بالحق نشنیدید؟ جديد سورش بسیار شنیدنیه البته به شما توصیه نمی کنم بر اساس اون هر کی سبک خودش رو باید گوش بکنه اما اگر یک بار خواستید گوش بکنید بسیار شنیدنیه در یک جایی این کار رو میکنه خوب دقت بکنید و نقدتینا که من المثا والقرآن بين قسمة مثاني بي ولقد آتيناك سبعا من المثا مثا شيء اتفاقي ميوفتي مثا قاري از به اصطلاح نوتهای ریستر استفاده میکنه منطقه صداش داره شدت صداش بیشتر میشه مثل گوش کردن تیز گوش کردن با دقت گوش کردن با این نکات شما رو آشنا میکنه خب شما چطوری میخواد مثلا این فرم عبدالباسط خونده شما میخوام یاد بگیرید شما اول هی زور بزن... نمیشه نمیشه با گوش کردن باید یاد بگیرید با بلافصله هی تکرار کردن نمیتونید یاد بگیرید بعد متوجه این نکته بشید که اولا تحریرها رو چون روی تحریرها باید تمرین بکنید بعد تفکیک بکنید مسا... حالا چطور اینا رو به همدیگه دیگه وسب... مسا... مسا... بعد سرعتش ببخشید اینها رو به تدریج باید بهش برسید با حوصله پس دوباره استعینو به صبر البته و سلات نمازم بهتون کمک خب یه سلوات دیگر بفرمایید من تا ساعت یازده یه نمونه دوستان بخونن خیلی چشم تا یه پنج دقیقه دیگه به من اجازه بدید ببینید حرف زیاده برای هر کدام از دوستانی که خوندن چه مرتلین من یه نکاتی رو نوشتم خیلی به اصطلاح مهمه راجع به هر کدام از اینها میشه لاقل نیم ساعت صحبت کرد من دارم سعی میکنم که اون نکات مهم به ذهنم بیاد که مفید به حالتون باشه تا حالا نمیدونم صحبت هایی که کردم مفید بوده یا نه انشاءالله که به اصطلاح مفید بوده باشه به اون نحوه این حالا الان یه نکته راجع مثلا نحوه تمرین چیز و آمادگی سر اون معیارها رو اگر شما دقت داشته باشید ببینید شما اکثرا در جاهایی هستید که خودتون حالا نمیدونم اینجا تو ایران هستید همتون همتون تو ایران هستید خیلی خوب حتما به هر حال در هر مرکزی هستید یک جلسه تلاوت تحت نظر استاد حتما حتما برید و تحت نظر استاد باشید و حتما اون پیگیری الگو رو داشته باشید دوستانی که گوش موسیقایشون ضعیفه اصلا ناامید نشن اصلا ناامید نشن چه بسا بسیار من خودم هم تجربه کردم از بین شاگردای خودم و این بچه هایی که توی مسابقات ما سالها داریم داوری میکنیم بسیاری از کسانی که خیلی گوش قوی داشتن یعنی ذهن قوی داشتن و به قول خودشون زرنگتر بودن عقب موندن از اونهایی که گوش ضعیفی داشتن چرا؟ اونهایی که گوش ضعیف متوسط دارن و یا به اصلا انسانهای ضعیفتر یا متوسطی هستن تلاش بیشتر میکنن هر کسی تلاش بکنه من جده وجده خب. دیگه <teaz> <lush> من فکر میکنم اون نکاتی رو که میبایست مهم بوده گفتم بحث کاربرد صدا در الفاظ در نغمات در سیاق ارتباط دادن اون به فرم لحنی ارتباط دادن اون به احساس به احساس بعد کنترل نفس برای کنترل صدا کنترل نفس برای کنترل صدا که این هم نکات بسیار مهم و پاک, پاک, نگه داشتن صدا یه نکته مرتلین و حافظین حافظان و مرتلان عمده حالا که دارید مسابقه شرکت میکنید فکر نکنید ترتیل خانی کار هر کسیه آقا مثلا قاریه بگه حالا من این دفعه ترتیل بخونم مسابقات ترتیل شرکت بکنم یه دفعه همینطوری بیاد مسابقه ترتیل شرکت بکنه این نیست شما برای ترتیل خانی باید وقت بذارید یک سال تمرین بکنید یک سال بعد تمرین بکنید برای ترتیل خانی. برای ترتیل خانی هم همون باز استاد واحد رو الگو قرار بدید تا در اون سبک و سیاق نحوه صداگردانی رو یاد بگیرید به هر حال مثلا محمد جبری برای خودش یه شیوهی داره افاسی یه شیوهی داره حسری یه شیوهی داره نمیدونم ارزم حضور شما محمد صدیق میشوی یه شیوهی داره محمود علی البنا یه شیوهی داره مصطفی اسمایی یه شیوهی داره عبدالباسد یه شیوهی داره شما در اون شیوه باید مهارت پیدا بکنید الان چون ذهنیتتون برایش مشو... بعد کسی که تح... تلاوت تحقیق کار میکنه وقتی میاد ترتیل میخونه یکی از آیون بود دیروز از تاجیکستان آی سمد اوف آه تحقیق داشت انجام میداد عوض ترتیل ترتیل نبود اشتباهه اشتباهه ببینید هر تلاوت هر تلاوت تحقیقی رو نمیشه تندش کرد که بشه ترتیل بله حتی قاری های بنون ملی ببینید در ترتیل خانی سرعت اصلی ترین یعنی توازن سرعت اصلی ترین ما الان در آین نامه ترتیل خانی در مسابقات کشوری و بینون خودمون بحث اسلوب ترتیل خانی را آوردیم اسلوب یعنی شیوه ترتیل خانی این خودش مهمترین نکته است یعنی این نباشه که مثلا قاری همین که بیاد مثلا بخونه حتی اگر مثلا به خصوص در پایان قفله ها مثلا بیاد بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ودكي إنجا دكي ما ميقيم إنجا أزاش نمره كم ميكوني خيل <سؤال> إحساساتي شد قاري إنجا حالا میگه آقا من تج... میخواد بهانش اینه که نه, اینکه بهانه شاید تو ذهنش اینه که میخواد اینجا معنا رو برسونه و قالت ایتنک... نه اصلا حتی اگر شما در ترتیل خانی این باشه که میخواد معنا رو برسونید بعد اون تواز در همون سرعت تعریف شده ترتیل خانی باشه و راودته التي هو في بيتك عن و وغلقت الابواب وقالت هيت لك همین شما دیگه نمیتونید کار دیگه ای بکنید حالا تو هر هر کسی تو اون سرعت به اصطلاح حالا میشه مثلا سرعت مقدار کمتر باشه وراودت الّتی هو في بیتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هیت لك باز این توازن رعایت شده این نحوه هر سرعتی بود از ابتدا تا انتهای تلاوت همون باشه و در قفلها و نغم پردازی ها دوچار توهم تحقیقی نشه يعني مجفف خاني نشه ولقد همت به وأم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين اینجا دوچار اشتباه شده باید همون سیاق ترتیلخانی رو رایت بکنه اینم نکته ای بود که خب حالا اینها این رو گفتم برای اینکه دوستان حافظ به خصوص حفاظ نه از صداهاشون مراقبت دارن نه در فرمدهی به صداها جدی هستند یعنی جدی ترتیل خانی نمی کنن. حافظان ما به موازات این که دارن روی حسن حفظشون کار میکنن که من معتقدم معمولا به دوستان و شاگردان و اینها توصیه میکنیم حفظ و تمام کردن باید یک دوره کامل ترتیل رو در سیاق و شیوه و اسلوب یک قاری مرتل باید یاد بگیرن و صداهاشون رو و گوششون رو در این جهت تقویت بکنن شما به اصطلاح مثل ناشئین مبتدئین به اصطلاح بعضی از حفاظ میخونن مثل همون طوری که حفظ کردن بنایی صداشون هیچ بعدی نداره هیچ بعد موسیقایی نداره صدا رو مثل حرف زدن استفاده میکنه درست نیست گفتم حرف زدن با خوندن متفاوته شما از حرف زدن وقتی قالبش بیرون میاید باید صدا بعد بگیره و رنگامیزی بشه حرف زدن مثل اینه ورا همینطوری حرف میزنی ورا, و ورا ودت هلتی صدای خودمه ببینید همین که حرف میزنم و راودته التي هو في بيتها عن نفسه ببین هیچ رنگامیزی نشده صوت هیچ بعدی به صوت داده نشده حالا همین صدا با این صدای خرابم <applause> اگر بشه و راودته التي هو في بيتها عن نفسه و الابواب وقالت هيت لك چی شد الان این صدا داره در حنجره در دهان در بسلا سینوزها هی داره میچرخه و تو این ابعاد همه این ابعاد رو پر, پر میکنه نه اینکه فقط بیاد این جلو این رو شما روی این قضیه فکر بکنید کار بکنید و حتی توی تلاوت دوستانتون تو جلسه وقتی نشستید با همدیگه یه گعده مثلا قرآنی دارید روی این قضیه خیلی دقت بکنید خیلی راحت میتونید این نکاتی رو که گفتم همدیگر رو هدایت بکنید به خصوص اونهایی که با تجربه ترن برای سلامتی خودتون حالا یه سلاوات اینهایید بفرمایید خب یک از دوستان سالی داشته بفرمایید بحث حفظ توجه به صوت یا یه مشکلی یه مشکل یا دو تو مشکل یکی که آجا تو مسابقات حسن حفظ بالاترین نمره رو داره و یعنی فکر کنی یک حافظ وقتی میخواد توجه به حفظش کنه در کنارش با توجه به صوت و لحن رو کنه شد این حسن حفظش قرار بگیره یکم بعضی از ملیت ها هستن مثلا مثلا ملیت من افغانستان به عنوان مثال دارم عرض می کنم که دوستان نگن که تو, کشور من مثلا به توجه به این چیزا زیاد نمیشه یا مثلا یه کسی زیاد اینجوری بکنه مثل مثلا الافاسی مثلا یه چقدر باقر داره قرآن میکنه خیلی مثلا سر و مثلا اینا خیلی به روستر از که مثلا از این من سر مثلا چیه؟ مثلا بگیم مثل استاد خسری خوبه یا اونم اشکال میگیرن من شاوی, بزرد شاوی بزرد. خوبه مقایسه بکنیم دیگه درسته بزرد. نه خب همین میخوام توضیح بدی میخوام من ذهنیتم به عنوان یک مصداق کامل بشه بخاطر سوالی که مطرح فرمودی سلام جواب همین خوندن تو کشور مثلا مثلا اونجا به عنوان مثال عرض کنم حالا نه که موضوع کشور من باشه خیلی خوب مثلا میگی که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحیم چه اصلا توجه نمیشه حتی تون خوندن و حسن حفظ حسن حفظ خوب باشه این خیلی تا. خیلی خوب. خوب خوب این برای یک موازعی هست که اون موازعی عامی هست شما در این حال ببینید اونها میپذیرن خب در اون فضا میپذیرن اما شمایی که حالا میخواید قصد دارید توی مسابقاتی شرکت بکنید باید برای این مسابقات به اصطلاح آماده بشید مهیا بشید درسته این مسابقات هم شرایط خودش رو داره آیننامه خودش رو داره شما باید با این آیننامه آشنا بشید البته من فکر نمی کنم ببینید داریم توی کشورهای مختلف حتی تو کشورهای عربی که حتی در نغمه پردازی نقمه های بومی دارن درسته؟ مقامات بومی استفاده میکنن مثلا در کشورهای همین خلیج در کشورهای خلیج یا توی الجزایر تونس یا ارزم بزرگ شما توی سودان یا کشورهای دیگر اما ما وقتی بحث از ارزم به حضورتون مسابقات بینون مللی میکنیم میایم تو یک قالب تو یه فرمی که اونو میگیم به اصطلاح لحجه فسیح قرائت خب لحجه فسیح قرائت اقتضاعات خودش رو داره ما تو ایران هم داریم مثلا توی بندرباس و خوزستان گاهن، گاهی اوقات به لحجه بومی خودشون میخونن یا سیستان بلوچستان یا میاد مثلا خراسان در بعضی از نقاط یا حتی طرف ما شمال خودمون یا یزد یا اما وقتی میایم تو تعریف بینون مللیش که قابل پذیرش برای همه باشه که یک زبان به باشه و یک به اصطلاح چینش موسیقایی معیار باشه این باید توی یک تعریف پذیرفته شده برای همه به اصطلاح با خود تطبیق, تطبیق بکنه خب پس ما یا شماهایی که در مسابقات شرکت میکنید ناچارید بیاد حالا کارتون اضافه میشه باید یه تمرین هم اینطوری داشته باشید حالا تو میخواد شما میخواید به اصطلاح توی محل خودتون اونطوری بخونید خوبه خیلی خوب میخواید اونها رو راضی نگه دارید اما شما به عنوان یک قاری مرتل وقتی میخواید در مسابقه شرکت بکنید مقتضای مسابقات اینه که شما بر اساس آین نامه ها الان آین آی نامه های مسابقات بین المری همشون هم داره با هم هماهنگ میشه یعنی الان دیگه مسابقات ایران و مالزی و اندونزی و نمیدونم امارات و این خیلی نداره همه با هم در حال. کیفیت موسیقایش داره با هم دیگه هماهنگ میشه به هیچ وجه داور حق ندارد اعمال سلیقه بکنه از دیدگاه خودم دارم و این گونه که خودم عمل میکنم به هیچ وجه یعنی من آمدم هم گفتم چون آی نام زوابط رو مشخص میکنه خب که من باید بر اساس اون زوابط داوری بکنم همین بحث از آقای چیز غیبتشون هم نشه از باب مستاق دارم همین آقای سمد اوف گفتم دیروز ترتیل نمیخوند خب ترتیل نمیخوند دوچار خطاهای ترتیل نحوه خوندنشم اصلا خوشم نیومد اما من بر اساس زوابتی که اونجا داره مثلا من نمره 14 بهش دادم با امتیازات مثبت و جمع امتیازات منفی خب شد مثلا 14 و الا همینطوری باشه پیش من من حاضر نیستم دو دقیقه تلاوتش گوش بدم میگم این ترتیل نیست شما ترتیل خان نیستی خب پس من بر اساس سلیقه خودم عمل نمی کنم الان دوستان هر کدام به شکله های مختلف می خونن. ما بر اساس آینامه و زوابطی که در اختیار ما هست داوری می کنیم. مگر اینکه حالا مگر این که بگیم که آقا این داور این داور اصلا این آین نامه رو به این شکل قبول نداره داوری که آین نامه رو قبول نداشته باشه بر اساس ذوق خودش عمل میکنه سلیقه خودش عمل میکنه اما اینم دیگه الحمدلله به صفر رسیده اینطور نیست حالا دیگه بله میخواید بخونید سید اولاد پیغمبر مسیح بفرما بله شما سوالی داشتین سوال بلخشید مخواستم واجدی کارکردهای های حالا از نحوه شروع و میخواستم بیشتر صحبت کنیم حالا در حد جزاعت کار صحبت از اون فرده های که از ابتدا شروع میشه تا این نقضایت بیشتر ببینید یک من نه، یک معیار دستتون بدم این خیلی مهمه باید یک پرده ای رو استفاده بکنم که یک صدای معتدل صاف مقبول مقبول برای مخاطبش بنابراین اینطور شروع کنم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم از اینجا شروع بالاست بعد به نسبت افراد با صداهای مختلف با جنسیت صداهای مختلف ممکنه فرق بکنه الان برای شما ممکنه دو درجه پایین تر از این بتونی شروع بکنی یا بعضی از دوستان حتی اینم نتونن بالاتر از این رو بخوان شروع بکنه اما از اون جایی که شروع کردی باید از همون پله بذاری بره بالا تا یه جایی که نتونی دیگه اجرا بکنی نه خیر مهارت کنترل صوت یعنی همین که شما اون سقفش رو هم بشناسی تا اون سقف برسی دوچار تکلف نشی و بعد بیای پایین وقتی من گفتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد خودم مدیریت بکنم صدامو به خاطر همین این تمرین هایی که الان حرفش رو زدیم این یک ساعتیه که گوش تقویت بشه صدا صاف باشه صدا به اصطلاح نفس کنترل باشه صدا دارای کنترل بشه برای اینه که شما به تدریج به این مهارت نگید مثلا یک سال نگید دو سال نگید سال. به تدریج من خودم ده سال پیش شاید این مهارت رو نداشتم الان دارم دقت میکنید باید هیچ وقت ایستایی تو کارتون نباشه نگید ما دیگه کامل شدیم و تلاوت قرآن قرائت قرآن کار با صدا بگونه ای هست که اگر شما یک هفته معطل بذارید صدا رو دیگه اون صدا کارایی خودش رو نداره یک هفته نباید معطل باشه ریستر بشم یک روز هم نباید بگذره شما تمرین صوتی کوتاه هم شده نداشته باشید صدا الان این قرای مصری برای چی همیشه آماده از صداشون قرای حرفه‌ای از حالا نگیم فقط قرای مصری قرای مثلا کشور خودمون یا کشورهای خودتون قرای بزرگ ببینید مثل استاد تویسی استاد ابوالقاسمی، دوستان دیگه ببینید همیشه صداهاشون آماده است برای اینکه تلاوت زیاد دارن هر روز این ور ور تلاوت دارن این مستمر بودن تمرینات صوتی خیلی مهم هست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. هو الذي خلقكم من نفر ایوالله حالا توجه بکنید به کلمه واحده واحده اینجا دوتا اشکال پیش میاد اولین اشکال از اکسانشه <تصفح> یعنی آکسان اومد روی حرف اول آکسان یعنی محل تکیه محل نبر کلمه در صورتی که این به اصطلاح کلمه سبخشی واحد، ده وحی ده تین میشه چهار بخش خب میخواد متصل بشه مطمئنا در یه همچین کلمه تکیه روی بخش اول نیست نمیتونید بگید واحدت بعد بگید واحدت واحدت حالا به تناسب این نباید لحن رو شما کلیشه لحنی رو میارید اینجا داره پیاده میکنید خب نمیتونید اینجا بگید واحدت بعد این کلیشه رو تغییر بدید واحدت بعد این طور بشه این یک نمونه از اون نکته ای هست که گفتم که شما یک موضعی رو از یک قاری یاد گرفتی اون مقطع رو همون مقطع رو میخواید جای دیگه پیاده بکنید بعد گفتم مثل آب ظرف آبی که توی ظرف های مختلف آب مقدار آبی که تو ظرف های مختلف به اصطلاح ریخته میشه لحن باید تو ظرف کلمه و لفظ ریخته بشه و هم شکل او بشه این هم یکی از نمونه ها هست خب من نفس شما الان این عبارت رو میشناسید دیگه شما چون به هر حال با زبان قرآن و آشنا هستید این عبارت رو ساده بخون همین عبارت به صورت دکلمه ای بخون هو الذي خلقكم من نفس واح... واحدت وجه هو الذي خلقكم من نفس واحدة ارتباط من نفس واحدة هو الذي خلقكم يا جملة خلقكم شيء من نفس واحدة أين هم بعد بيت لهنة هو الذي خلقكم من نفس واحدة با وجب به لحنی واحدتی بعد این فرم دهی رو از حیث به اصلا تحریر و اینها در یک فضای دیگری قرار بدید که ترکیب کلمه به هم نخوره حالا یه بار دیگه بخون هر جایی که قبلا وقف کرده بود والذی خلقکم نفسی واحدتی و جال من هزه و جلالی اسکنه آفرین واحدتین باز داشت میره به سمت و وقتی صدا بالا میره باید صدای بعدی چون محل تکیه هست بالاتر بده شما این کار رو اینجا کردی وحیدتین این طوری بهتر شد باز نبر آمد روی حا وحیدتین اما اگر نبر به اصطلاح صدا همونجا فقط بالا بوده گفتید وحیدتین شد وا اما حا رو همتراز با وا کردی اینجا کار بهتره یعنی دیگه اشکالی از شما گرفته نمیشه خیلی خوب ادامه بدید فلما تغشاذا حملا خفیف فمرت به فمرت بی اینجا یک نوع تردید در کار هست شما همین کار رو میتونستید قبل انجام بدید خفیف فمرت بی در یه همچین جاهایی فمرت بی چون ظرفیت آهنگ پذیری در این ساختار رات بی رات بی ضعیفه شما یه همچین جاهایی سعی نکنید آهنگ پردازی بکنید فمرت بی حالا اینجا تحریر میخوای بزنی تحریرت نمیگیره یا سر میخوره یا اصلا شکلش درست عذاب در نمیاد پس چرا اینجا این تحریر رو بزنی پس قبلش این کارو بکنید فمرت بی رات بی ببین. چقدر ساده فرود آمد فمرت بی شما اگر میبینید شهاتنور این کارو میکنه تو مسابقه نیست اولا تو محفله و بعد اون قدرتش رو داره که اون رو اونم همه جا صداش نمیگی. ببینید صداش کارایی نداره اونم میبینید دچار اشکالاتی میشه نباید بذاریم لحن رو در اون مثلا صداهای انتهایی تکمیلش بکنیم شما این یک نکته کلی هست یک نکته واقعا کلی است خوب دقت بکنید لحن رو تا یک کلمه قبل از این که تمام بشه یا دو تا کلمه قبل از این که تمام بشه شما لحن و کارش رو تمام بکنید و در پایان ساده تر فرود بیاید به خصوص در مسابقات حالا تو مجلس میخواید بخونید از مردم تشویق بگید یه اختیار با شماست حتی در اوجها حالا بعد نمونه شو انشالله خدمتون از نه خب فرود اونجایی که میخواد تحریر بزنید اینجا چون ظرفیت تحریر زدن نیست رات بی رات بی شما اصل اینجا باید تجوید بذارید چون اینجا الان اینجا حتما رات در رات داور تجوید از ایشون کشش حرکت میگیره یعنی 25 صد ازشون کم میکنه چه داور تجویدش من باشم چه اساتید دیگر باشم این مسلمه فمرت بی هم لحنت سالمه سالم بودن لحن خیلی مهمه ها سالم بودن از پیچیدگیش بهتره خیلی ادامه بده ادامه شو فمات بی آه فلما اثقلت دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. اي أيوة والله. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء صفحه چنده؟ صفحه ای این فلمایی که شروع, شروع کردی یه فلماش به اصطلاح ناکوک بود فلم آتا هما درسته؟ بزن من بیار بیارم صد و هفته فلما آتاهما صالحا جعل له این قسمت اولی از لحنتون درش ناکوکی دیده میشد. این ناکو... ناکوکی علتش تردیده ممکنه استرس هم دو... قاری رو یه همچین ناکوکی بکنه در مسابقات. ناکوکی یعنی که صدا ملودی سر جای خودش نباشه یعنی شما که باز برمیگرده به عدم کنترل صوت یعنی میگید فلم ما. حالا چون خودم نمیتونم ذهنم رو چی بکنم شما از یک پرده شروع بکنید که در ادامه نتونید نوت های بعدی رو با اون پرده مطابقت بدید فلم ببینید فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا یه فرمیه دادم فلم اگر این شروع شروع نوتی که شروع می کنید این نوت در بالاتر قرار داشته باشه نوت های بعدی یا باید همتراز او باشن یا به سیر نزولی داشته باشن میاد پایین اما از پایین شروع کردین فلم یک سیر مشخص داشته باشن این نکته خیلی مهمه و بعد این فرم رو شما به اصطلاح بدون هیچ التهابی راحت شروع بکنید و فکر کرده باشید و در کنترلش موفق باشید حالا یه بار دیگه اینو بخونید با همون فرمی لحنی که خوندید صداهای الف بهترین ظرفیت هستن صداهای الف الف بهترین به صورت یه قاعده کلی داشته باشید بهترین ظرفیت هستن برای تحریر زدن برای انتقال برای اوج گرفتن چون فضای دهان باز میشه فضای دستگاه تکلم فضای بازی میشه اینو به عنوان یک نکته کلی گفتم تا باز اون هم کنترل صوت میخواد ببخشید بفرمایید فلم ما مد طبیعی از حدش بیشتر کشیده شده خب این اینو ما اشکال اندازه گیری میدونیم یعنی شما اندازه گیری درست نبوده که لاعقل این حالت رو در جای دیگر فی این صداها برابر باشه در آب در مثلا بهتر بود که این کار رو این تحریر رو میزدید که کلمه درست سر جای خودش و الا حالا بعد داری زبط میکنی خیلی خوب الان این فلمایی که شروع کردی بعد وقت گوش کردن نگاه بکن با اون یکی اون ناکوک یعنی فی این فلمای قبلیه ناکوک بود به خاطر همین شما رو دوچار نه حالا بعد گوش بدید متوجه میشید که این به اصلاح نوت هایی که در پی هم اومدن کوک نبودن حالا بعد ادامه بدید حالا یه نکته <applause> چون شما هم به ادبیات عرب آشنایید دیگه <applause> حرف فا حرف فا اینجا چه نقشی داره خیلی خوب فای نتیجه یا فای هر چیزی خب اصلا استینافیه اصلا هر چیزی خب چه نقشی داره یعنی نقشش نسبت به تعالی مهمتره یا نه ف تعالی نقش فا مهمتره یا تعالی خب فا یه حلقه رابطه دیگه درسته ارتباط دهنده است پس نباید بگید ف یعنی ف بالاتر قرار میگیره تعالا پایینتر فتعالا حالا درست میشه ف باید پایین تر باشه تعالا بالا يك نقطه این این من تکمیلش بکنم این نوع غلطهاي شائع اخطاء الشائعة في تلاوات الأساتذه من المصريين والإيرانيين وال وكل العالم والأفغانيين والسوريين اخطاء شائعة اینا عادت کردن. فتا. فتا... بعضی از اینها شما که عربی رو آشنا هستید میخواهید از میتونید از حس خودتون بخونید این جایگاه حروف رو حتی باید بدونید فتعال الله فتعال الله نه فتعال الله دقت کردید؟ خیلی <تصفح> یه بار دیگه همین رو بخون با این نکته ای که از کرد فت... همون با همون فتعال یللهیشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون حس میکنی که اصلا این فرم و این فضایی که الان ایشون وارد شد با فضای سابق به اصطلاح فاصله داره این به خاطر فاصله پرده ای هست فتعال الله رو یه بار دیگه بخونید فتعال الله عما این بود چی بود؟ آه رست خونده بود؟ فتال الله ما خب حالا بعد چی خوندید؟ چرا باید برید توی سبا باید دنبال نوتی بگردی با این همخانی داشته باشی اما یشرکون اما اشتباه میکنم شما بخون ذهنم چی میگه اما فتح... یشرکون رو فقط بخون اما یشرکون راست میخوندی درسته؟ من شما رو به اشتباه میندازم ببخشید فتا یشرکون ایشرکون یشرکون یشرکون ایشرکون باید دنبال پرده ای باشید نوتی باشید که متناسب با این باشه فاصله رو نشون نده شریکو اینو بعد بگیرید هر مقامی که با این متناسب هست میتونه مثلا عجم باشه میتونه مثلا نهوند باشه میتونه مثلا حالا سگاه باشه یا سبا باشه یا هر چیز دیگه یه چیزی ما در عربی داریم که میگه تبادر به ذهن درسته در عربی یا در منطقه که <applause> اون چه که تبادر به ذهن میکنه آ اون تبادر به ذهن مهمه هم به شما کمک میکنه هم به همراهی مخاطب شما یوشریکو الان شما بعد از این چی میخونی یوشریکو شما از شم... شما حواس جمع باشه از شما سوال میکنم هر کدوم خواستید دستتون رو بلند کنید بگید من بعد از این چی میخونید باید متفاوت باشه اون چی که تبادر به ذهن شما میکنه یشریکون بالاتر خیلی خوبه خیلی خوب این نکته مهمه اون نوت آخر رو مد نظر داشت یشریکون شما نهاوند خیلی خوب ببین میشه خون ذهنتون باید آره اگر قرار برید بالاتر میتونید از مقاماتی که با پرده بالاتر شروع میشن شروع بکنید بیاید پایین تر یا همرده اون باشید ذهنتون باید فعال باشه دقت میکنید ولی مشرین کن ولی و تازه اون نوت اولی که شروع میکنید یو شریکون یشرکون، ایشرکون، یشرکون، ایشرکون. حالا چیزی که به ذهنتون میاد متبادر بزنید این خیلی نکته مهمی بود وقت ما هم تمام شد خب یه نفس دیگه بخونید و صدق الله ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم باز ایشون در لهم ببین ناکوکی داشت یعنی ضعف مدیریت صوت داشت دا در ولا انفسهم باز تردید در صداگردانی داشت اینها همش حساب میشه توی داوری ها حالا یا ما خیلی سخت گیریم یا اینکه اینها نکاتی هست که شماها باید بهش توجه بکنید صدق صدق الله العلی عرض حضورتون خیلی عوض میخوام از اینکه یک طرفه صحبت کردم چون خیلی مطلب زیاد بود میبایستی نکات مهمش رو میگفتم خدمتون عرض کردم که حالا انشالله براتون قابل استفاده بوده باشه و اینجا وقتتون هدر نرفته باشه حلال بکنید انشالله جدی باشید چه مرتلین چه حافظین چه مجودین جدی باشید و تمرین های هر روزه داشته باشید انشالله در پناه قرآن باشید و در پی معانست با قرآن تدبر رو فراموش نکنید که لا قراءت لمن لا يتدبر فیها یعنی قراءت هم محسوب نمیشه یعنی خوندن شما غیر خوندن نمیشه چون از قرآن بهره اینی میبرید تدبر باشه انشاءالله که نتیجه تدبر یعنی انتهای تدبر عمل به قرآن هست خداوند همه ما را عاقبت به بکند به حق قرآن به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد